یاد مرگ بر اسرائیل کاروانیان آزادی غزه به چهار زبان زنده دنیا در خانه ملت تنین انداز شد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای کاروان آزادی غزه گفت نمایندگان مجلس افتخار دارند در این اقدام انسانی، عقلانی و توأم با شعور سیاسی در کنار شما باشند. حضور این میهمانان عزیز در مجلس شورای اسلامی که امروز به عنوان نماد ملت ایران و فریاد بلند ملت عزیز ما نقش ایفا میکنه، پیام روشنی رو برای آسیا دارد، برای ملت فلسطین دارد که مجلس ایران، ملت ایران، دولت ایران، نظام جمهوری اسلامی با همه قدرت و توان در کنار ملت مظلوم غزه و ملت فلسطین ایستادن. محمود فیروز از هندوستان هم به نمایندگی از اعضای کاروان گفت این اقدام از تفکرات مردان بزرگی همچون امام خمینی رحمت الله علیه و گاندی نشأت گرفته و ما در جستجوی آزادی، عدالت و حقیقت هستیم. We will achieve. The final objective is the liberation of Palestine. ما به اهداف خودمون قطعا خواهیم رسید و هدف نهاییمون آزادی فلسطین هست و قرار هستش که این یک قدمی باشه و در آینده همونو ادامه خواهیم داد. همچنین در این جلسه اعلام شد 150 هزار دلار از محل کمک‌های مردمی و حساب مخصوص فلسطین به علاوه مبلغی که نمایندگان مجلس از حقوق خود برای کمک به مردم فلسطین اختصاص دادند در سوریه به کالا تبدیل می‌شود و به این کاروان اهدا خواهد شد.